اشتراک بزنم روی خدمتتون ارشاد همین پلتفرممون. همونطور که مشاهده میفرمایید، ببینید موج یک شروع شده، اینجا بالاش نوشته یک. موج دو اصلاحی 618 صدم طول قد شماره یک اصلاح میکنه، میاد پایین و میگه اگر توی این از بیشتر از این شد احتمالا پترن شکسته است. حالا نمیخوام برم تو تحلیل تکنیکی، اینقدر این پیچیده است که کلا ما رو از هدفمون دور میکنه تو کلاس. و بعد میگه که موج سه که داره میره بالا از دو به سه، 1.618 صدم برابر طول موج یک هست و بعد اصلاح میشه با همین نسبت 0.38 و 0.618 از 3 به 4 و از 4 به 5 که کل پنجه میتونه 1.6 اون موج عرض شود یک باشه. بعد 5 به A B C اصلاح کورکشن داره، پس یه فاز حرکتی داریم، موو داریم که میاد بالا، یه فاز کورکشن داریم که میاد پایین. حالا برعکس این هم امکان داره، یعنی تو ترند های نزولی شما شاهد این هستی که یه دونه خدمتتون عرض شود که اصلاح عمیق توی بازار انجام بشه و این میتونه به یک خروج به موقع به شما کمک بکنه. نگاه کنید اینو فرض کنید برعکس میشه، تو حالت نزولی باشه، اینها اینا که داره نزول میکنه اونجا داره حالا صعود دیگه، برعکس اینو ببینیم. و خب این کمک میکنه که شما خیلی سریع خارج شین. یه اصطلاحی توی بازار کریپتوکارنسی هست، تو کلا بازارهای مالی هست، به نام دد کت بونس. من اینو بنویسم اینجا برای شما، دد کت بونس، که بهش به عنوان گربه مرده هم یاد میکنن. بحثش اینه که شما تو بازار کریپتوکارنسی، تو بازارهای مالی شاید بر روند که داره عوض میشه، این فقط تو روند نزولیه، بازار داره میریزه، بعد یه دفعه متوقف میشه، دو روز مثبته، همه میگن دست و کف او رو بازار برگشت عالیه. همین بعضی این گروه های تلگرامی رو من نگاه میکردم برای بورس، واقعا فکر میکردم فوتبال داره گزارش میکنه، الان رفت جلو انقدر رسید. آقا اصلا احتیاج به همچین کارایی نیست. این نشون میده که بازار به بلوغ لازم نرسیده و سرمایه گذار هم جوگیر بود، هر پولی هم داشتن آوردن تو این بازار. خب اون حرفه‌ای بازار این گین رو از بازار میگیره میره. و یکی از دوستان به شوخی یه صحبتی از این بزرگان بازار سرمایه، آقای وارن بافت، رو نقل میکنه، میگه پول از آدمهای عجول خودش نشون میده منتقل میشه به آدمهای صبور. و واقعا همینه، این اتفاق میفته. و واقعا من ندیدم کسی که از تو صبر در بازارهای مالی ضرر کرده باشه. به همین خاطر خب به هر حال نقطه رو باید در نظر گرفت که کی باید از بازار خارج شیم. ببینید من دنبال یه دونه موج، آها پیداش کردم، یه موج اصلاحی میگشتم که بهتون دد کت بونس رو بگم. اون تیکه که بازار داره میره بالا شرایطیه که شما میتونی بفروشی از بازار در. ببینید حالا این ایکس وای زد هم آورده توش، این از اینجا که موس من از وای تا یک موج یکه، انقدری که میره بالا میشه موج دو. حالا یه موج شماری دیگه هم روی این هست که داره یه تحلیل رو انجام میده. این تیکه که داره میره بالا اصطلاحا بهش میگن دد کت بونس، گربه مرده. علتش هم اینه که میگه با لگد که به گربه مرده میزنن یه تکونی میخوره و اون تکونه فکر میکنه که این گربه زنده است، در صورتی که زنده نیست. این گربه از این گربه مرده و اینکه اون تکونه تو فکر میکنی که مثلا این بازاره میتونه به فرایند رشد و نمو به خودش همچنان ادامه بده، که در صورتی که اصلا اینجوری نیستش. و دقت بکنیم دد کت بونس یقمون جایی توی بازار کریپتوکارنسی نگیره. حالا من میخوام برگردم، سوالی هم اگر هست بفرمایید، برگردم به صفحه مربوط به همین اسلایدمون که توش میخوام در مورد مدل استوف بیشتر بپردازم. اگر سوالی هست یادش بفرمایید. گارتلی پترن هم جالبه براتون، گارتلی هم یک مدل دیگه است،
تو همین امواج، شبیه امواج الیوت، که مثلا گفته اسب که میخوابه روی زمین، دیدین این گردن و بدنش رو چجوری نگه میداره، یا مثلا پلیکان که میشینه و خودش رو جمع میکنه، یا مثلا روی یه پا وای میسه. این نسبت تو طبیعت هم هست که به نام گارتلی پترن میشناسن، پترنز میشناسنش، ازش دارن استفاده میکنن. نسبت های صعودی، یعنی در حالت بازار صعودی که داره میره بالا، 14.6 یعنی 0.14 این درصد بود دیگه، 0.146، 0.236، 0.382 و و و که میشه 14.6، 23، 38 خورده ای، 61، 76% و 85% چیزایی هستش که شما توی اصلاح میبینید. و توی اکستنشن هم، یعنی زمانی که شما میخواید یه پروجکشن بزنید ببینید تا کجا میتونه بالا بره، این تحلیلی هست که میگن ما پیش بینی میکنیم تا این قیمت میتونه بالا بره. اینا همه تحلیل هایی هستش که اومده یه جایی بر اساس، حالا یه مدلش الیوت کار کرده یا گارتلی پترن دیده، اما اون نسبت فیبوناچی در هر دو اون، یعنی عدد پی که اینجا با هم دیدیم، عدد فی یا عدد طلایی که گفتم برای آدم خوشتیپ هم مثلا این دیده میشه، این نسبت اونجا هم وجود داره. حالا همه این داستانا رو گفتم که اینا تو مالی هم هست، و این برادر آقای تون ویز از که حالا یه مدلی درست کرده به نام هایپر ویو مدل، بر اساس روندهای کاهشی و نزولی رمز ارزها اومده یه مدل طراحی کرده. تو اون مدل گفته مدلش مشابه مدل الیوت، همین امواجی که با هم دیدیم 1 2 3 4 5 6 ای بی سی اصلاح، اما اومده RSI هم که یکی از فاکتورهای تحلیل تکنیکال اوورده توی این. RSI هم خیلی چیز جالبیه برای اینکه شما میتونید از از این اندیکاتور برای این ببینید که مثلا بازار تو نقطه اشباع خرید، اشباع فروش، و بر اساس اون خرید و فروشتون رو انجام بدید. حالا شما خیلی درگیر این نمیشین که برین این امواج رو ببینید، خودتون بکشین، انقدر آدم هست تو همون تریدینگ دیگه که بهتون نمایش دادن، الان هم میتونیم بریم ببینیم که رو حوزه الیوتی یا مثلا این گارتلیه چه آدم هایی وجود دارن، بهترین هاشون کیان که بالاخره این همه سال هم اینا جایزه گرفتن و این همه لایک برشون میزنن، الکی که نیست. و میبینید که از این مدل ها برای پیش بینی قیمت استفاده میکنن. این همین آقای تونوی یه وبسایتی داره، من ببینم وبسایتش رو آوردم، بله تونوی، آقای تونوی خدمتتون هستم که دنبال وبسایتش هم هستم، اینا رو آوردم اینجا گفتم راحت تر دیگه ما گیر چیز نباشیم دیگه باز شدن این صفحات. آیتون وی الان لینکش اینجا براتون میزنم، آدم تحلیلگر معروفی هست، اومده بود در مورد قیمت بیت کوین پیش بینی هایی کرده بود و یه مدلی طراحی کرده. مدلش رو به عنوان یک آورده خودش داره توی اینترنت میفروشه و یک الگو رو در اختیار شما قرار میده که از بر اساس اون بتونید خرید و فروش بکنید. خب به هر حال هر کسی داره از این بازار سهم خودش رو میبره، اما یه دونه من داشتم نگاه میکردم ببینم که آیا پیش بینی گذشته ایشون پیش بینی درستی بوده یا نه، به یه مقاله دیدم که اشاره داشت به پیش بینی ایشون برای سال 2020. الان لینکش رو براتون میفرستم. توی اون سال اومده ایشون پیش بینی کرده که قیمت بیت کوین تا شروع 2021 بین 6 تا 10 هزاره. من لینک مقاله رو براتون اینجا میذارم. دوست عزیزمون یوسفین لینک ها رو زحمت کشید در قسمت لینک ها قرار بدید. توی این مقاله ایشون اشاره کرده که بین 6000 تا 10000 تا قبل از 2021 خواهد بود. اینو زمانی گفت که نمیخوام یه طرفه به قاضی بریم، اینو زمانی گفته که خب قیمت بیت کوین همونطوری که میبینید
حدود مثلا توی این مقاله اشاره شده مثلا 3-4 هزار دلار بوده، بازار خودش رو پیدا نکرده بوده، البته 3 هزار خورده‌ای دیگه کمترین میزان بوده که NVRV اونجا دقیقا نقطه شروع رو داشت پیشنهاد میده و از این فرصت استفاده کرده، از این مدل مدلش معرفی کرده. شما میتونید هم ببینید تحلیلای ایشون هم دنبال بکنید و خیلی چیز پیچیده ای نداره، از امواج الیوت استفاده کرده و از یه مدل ترکیبی که با RSI دیده. اما رینبو مدل، این مدل مربوط به رنگین کمان یه چیز باحالی داره. من بارها یعنی بیشترین سوال و پرتکرارترین سوالی که من همیشه باهاش برخورد داشتم این بوده که آیا بیت کوین در نقطه چیز قرار گرفته، در نقطه حبابی هست، در صورتی که خب هر لحظه میتونه این اتفاق بیفته، بازار کرش بکنه بیاد پایین و هیچ کسی هم نمیتونه جمعش کنه، اصلا کسی هم پاسخگو نیست. داستانش این سازمان بورس نیست که یه سری برن جلو در سازمان بورس داد احوال که آقا اینا پول ما رو خوردن و نمیدونم چی و کمال بی تجربگی سرمایه گذاره. یه لینک من براتون بفرستم، این لینک هم دوستمون آیا یوسفی بذارید، من استاپ شیر کنم اینجا رو، بریم روی اسکرین. از این لینک بزنید وارد این صفحه میشین، تو این رینبو همونطور که مشاهده میفرمایید قیمت تو اومده بر اساس لوگاریتمی، یادتون هست دیگه برای چی اصلا لوگاریتمی باید ببینیم اینا رو، اومده چیکار کرده؟ دسته بندی کرده. توی مدل رینبو همونطور که الان اینجا مشاهده میفرمایید یه ماکسیمم بابل تریوتی داره، سلز سریوسلی سل داره، از بالا دارم میخونم تو نقطه قرمز، فومو داره. فومو چی میشد یادتونه؟ اصطلاحات مربوط به کریپتوکارنسی خاطرتون هست دیگه انشالله. فومو داره و نقطه‌ای که تازه میخواد برسه به اینکه همه آقا بابل شده و فلان و بهمان و خود باید با احتیاط باشیم، نقطه‌ای داره به نام هودل، یعنی رنج رنگ زرد رنگ. به چه صورتیه؟ بحث این هستش که بسیار هم عالی، به این صورته که شما میتونید برای بلند مدت نگه دارید. استیل چیپ هنوز قیمت پایینی هست، اکومولیتد بایه و بیسیکلی فیر سیله که شما دقت کرده باشین، من از قدیمش میام تو این هافینگی که الان روی اینکه وای میسین دقت میکنین، شما رو هر نقطه‌ای که وای سی بهتون میگه که 12 دلار بوده، حالا الان دیگه نقطه رو شاید وای نسته 28/10/2012، باز این سوال مطرح میشه که ما اون موقع کجا بودیم. 2012 تا الان میشه چند، 10 سال پیش کمتر، 9 سال قبل که 12 دلار به این نپرداختیم، که اگر پرداخته بودیم فکر میکنم دیگه قشنگ میتونستیم بریم بازنشست بشیم دیگه. و همونطور که میبینید توی این رنج داره حرکت میکنه، زمانی که رسیده به منطقه قرمز رنگ که نقطه حد اکثر حالت حبابی هست و میبینید این پترنام کار یه روز دو روز نیست، زمان بره تا به این نقطه برسه، یعنی شما تو روز که بیاین بررسی بکنید اینو بالا پایین نمیبینید، زمانها روزهای مختلف باید بیاد بره که به این نقطه برسه. میبینید که به منطقه قرمز که رسیده عکس العمل نشون داده، اصلاح کرده خودش، اومده پایین و یه سیکل بلند مدتی رو شروع کرده و دوباره داره رشد میکنه. الان تو منطقه زرد رنگی هستیم به عنوان هودل که 37865 دلار بابت بیت کوین به تاریخ این دو روز قبلتر داره نمایش میده، 5/2/2021، و میگه که خب میتونی همچنان نگهش داری بدون اینکه با تیب خاطر. تو حالتهای رشد خوبه، تو حالتهای رشد خوبه، میشه از این خوب استفاده کردن. و البته تو حالت نزول هم شما تو کف کانال میتونید در بیاری برای نقطه ورود. اما یه نکته وجود داره، توی قسمت های مختلف این میتونید شما یه ادعایی بکنید که مثلا اینجا وقتی که از این منطقه رد شده، از حالا به سختی میتونیم اینجا وایسیم، از 780 تا رسیده به 1200 تا، یه خود پایین تر حساب بگم 700 رسیده 1200، یعنی چند دلار؟ 500 دلار. 500 دلار رو 700 دلار یعنی چقدر؟ 2 تا 375 میشه دیگه، درسته؟ 2 تا 350، یعنی یه چیز بالغ بر
50 بالغ بر، آره دیگه،